به بچه دکتر صاحب عبدالله لغمانی و نمینجا تانگ جور کردی و سرمایه از تو صورت جور تقریب نمیکنی به طرف قصوه چرا تانگ تل تخریب نمیکنی امی عد خدا بشناشه. سخنان تند اللهگل مجاهد به امرالله صالح، او میگوید که معاون اول رئیس جمهور باید معاونیت خود را پیش ببرد نه اینکه کار شاربالی را انجام دهد. او ابراز کرد آقای امرالله صالح بدون کدام سند و ثبوتی دست داشتنم را در جرم های جنایی و نیز تهدید کردن عامر حوزه 11 توسط من. وی میگوید اگر این واقعیت دارد ثابتش کن، در غیر این صورت حتی خودت را بشناس و در جایت آرام بگیر. آقای امرالله صالح به جواب وکیل اللهگل مجاهد میگوید اگر من ساعت 6:30 برنامه‌ای برگزار میکنم برای پیشرفت و توسعه این ولایت است. بر مبنای اصولی که در آن من حق به جانب میبینم بررسی های من در شهر و اطراف ضروری میباشد. در همه جا فساد هست، این فساد باید نابود شود. این در حالی است که چندی پیش آقای امرالله صالح نظر به اسناد و سرنخ‌های به دست آمده از یک عملیاتی که در حوزه 11 کابل صورت گرفته بود و طی آن دو شخص دستگیر و یک نفر موفق به فرار شد. تعدادی سلاح و مهمات نیز به دست آمد که متاسفانه اشخاصی دستگیر شده از نزد عامر حوزه بعد از ساعتی رها می‌گردند. طبق تحقیقات صورت گرفته از نزد عامر حوزه گفته شده است شخصی به نام اللهگل مجاهد خواهان آزاد کردن هر دو شخص گردیده و گفته است آن افراد من هستند و تروریست نیستند. هر چه زودتر رهایشان کن، در غیر این صورت با تو جدی برخورد خواهم کرد. این موضوعات توسط امرالله صالح مورد پیگرد قرار گرفته و هنوز جزئیات بیشتر از دسترس نیست. تشکر از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. گپای سبکم خوب نیست دیگه، مورد وکیل صاحبای تهامم وارد نکنه. یک وقت که من قماندان مجاهدین در سن 19 سالگی بودم، این سکرتر ریگستانی صاحب بود.